درود بر همیانان ارجمند شاهین نژاد هستم به همراه دوست گرامی شهر برنامه 19 و از سری برنامه های تحلیلی بر تاریخ معاصر ایران از دیدگاه جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی در خدمتتون خواهیم بود از آغاز صفویه آمدیم و رسیدیم به میانه دوره پهلوی به طور مشخص به سالهای ملی شدن صنعت نفت و بعد رویدادهای زمان شاه و نخست وزیری مصدق که بعدا منجر به رخدادهای 25 و 28 مرداد میشه که امروز اون روز رو یعنی اون بخش رو در خدمتون پی میگیریم هرچند بخش مربوط به صفویه یا فرض کنید نادرشا جز تاریخ معاصر به شمار نمیامد ولی خواستیم که جریان یک سر آغاز سرآغازی داشته باشه سر رشته رو دست همیانان بدهیم بدیم که به امروز برسیم در نشست پیشین هم در مورد سپه بود از گرفتاریش با مصدق در مجلس و همچنین نقش فدایان اسلام تا اندازه صحبت کردیم با اینکه نمیخواهیم آنچه که انجام میدیم روایت تاریخ باشه چون خب روایت زیاد انجام شده میخواهیم آنالیز رو بر پایه برخی از روایت ها بیان کنیم از این رو ناچاریم حالا یا برای تازه کردن ذهن شنونده و بیننده و یا به خاطر اینکه استدلالمون رو برسازیم اشاره بکنیم به برخی از رخدات ها هدفمون روز شماری تاریخ نیست به طور مشخص بلکه پیدا کردن یه عناصری از تاریخ معاصر و یه رخدادهایی و یه پدیده هایی که می آنالیزمون رو بر اون اساس بسازیم خب من رشته سخن رو میدم به شهرام گرامی شهرام جان درود بر شما نورچان جان درود بر بینندگان اگر لطف کنی منو رو کوهست بکنی که من بهتون شیر سکرین انجام بدم حتما حتما پس با پسترهای شهرام کار رو پی میگیریم حالی یه خوده بریم تو حال و هوای آن زمان ها من ببینم کدوم صفحه خواهد بود اعتمالا اینه الان دوباره رزمارا دیده میشه نه؟ بله اه بله اه ما از مرگ رزمارا گفتیم و دشمنی هایی که میونه خواسته های مدل او که هجیرم همون رو میخواست و کامبی شاه هم همون رو میخواست و خواسته های جپه ملی رخ داده بود داستان که بسیار من تو جزیاتش فرو نمیرم فضا بسیار عصبی بود او به قتل رسید پس از اون پس از مدتی کوتاه که علا بود اما فضای ملتهب خیابان ها بیشتر بیشتر شاه به این راقب کرد و کلا مجلس رو که الان امکان بدیم با آقای مصدق که یه بار اون گونه ای رو که خودش درست میدونه پیاده کنه گونه ایشونم. ارز کردم رو این بود که میگفت من یه مطلب فقط برام مهمه مطالب دیگه سانوی و یا پای سوم چهارم هستن اونم اینه که یک استقلال فلفور اینجا پدید بیاد از همه ارتباطات با کشورهای بیرونی که تا کنون تو کار ما دست می یاختن. یعنی ما از زمان فطر این اینور خود پایمون از دست دادیم استقلالمون رو از دست دادیم اونو دست میازن از هر طرف ما در ما رخنه کردن افرادی رو خریدن از آن خود کردن فلان این نفتم که دیگه شده اون مایه اصلی که دنبالش هستن من دستشون رو از نفت قطع میکنم اصلا خودشونم تا 90 درصد بیرون میکنم این کشور فعلا مستقل میشه خود پای میشه مهم. پس از اینکه خود پای شد بعد ما دیگه تصمیم میگیریم که میخوایم پیمانکار بیاریم مثلا چیکار میخوایم بکنیم اگه لازم شد با همه دو طرف در جهان با خاور و باخترم رابطه نسبتا با فاصله میگیریم موازنه منفی اونجوری که ایشون نام میگذاشت و پایه به پایم پیش نمیریم گام به گام هم پیش نمیریم این مسئله استقلال و بیرون انداختن انگلیسیان باید فلفور انجام بشه به هر بهایی که شده اون چیزی که ایشون بهش سیاست یا همه چیز یا هیچ چیز میگفت این برای بخش بزرگی از شنونده ها در خیابان ها برای عموم قوم عم بسیار پذیرا بود این سخن که پس ما میخوایم این دستیازی نیروهای استعماری رو که یه 150 سالی هست ما رو دست به سر کردن این رو میخوایم جا به جا به پایان برسونیم و بعد یک عصر نوینی آغاز میشه که بسیار فقط میتونه زرین باشه چون ما به خود پایی رسیدیم به ناوابستگی رسیدیم و الاخر در مورد این مبحث که تا چه اندازه آیا پرسونل این روش اون لحظه وجود داره و آیا اصلا این روش درسته چون ما در دوران, دوران جنگ سرد به سر میبریم و آدم باید بگذیره تصمیم بگیره که یا میخواد بیشتر با بلوک خاور همکاری کنی یا با بلوک باختر و روی هم رفته اگه آدم الان این رابطهش رو به حداقل برسونه آیا از انزه گذاشته از که زورش میرسه پس از اون چگونه میخواد اون یاری های نیازمند رو دریافت کنه واسه اون روشش و اینها در مورد این مباحث سخن نرفته بود و برای ایشون هم اهمیتی نداشت این پس استقلال فلفور اون چیزی که ایشون استقلال تعریف میکرد و اینها براش اصلا چه مهمی بود اون جبهه مخالف که کسایی مثل حجیر و رزمارا نمایندگیش میکردن یا حتی خود محمد رضا شاه اینا میگفتن جهان یه مسئله در هم تنیدی پیچیده یه. ما هم اون مشکلات اصلا استعماری روزگار پیش از رضا شاه که دیگه ندادیم که ما کشور داره کار خودش رو میکنی. حالا برخی هم ممکنه تماسایی هم با سفارات یا با به آمریکا پس از جنگ دوم داشته باشن ما مسئله اصلیمون الان مسئله ساختن کشوره اون ساختنه که اون نیرو رو میده و به نوسازی فرهنگی کشوره برکشیدن مقام بانوان آزاد کردن نسبی رعیت در روستاها که بتونن تحرک پیدا کنن شغلشون خودشون برگزینن به شهرها اگه میخوان برن اونجا کار کنن پدید آوردن صنایع تمام چیزهایی که ما رو از یک ساختار ملاکی فعودال باید بسیار شتابان به جهان به درون جست بده به داخل جهان نوینی که بتونه از دیدگاه صنعتی پنجه درف کنه با همون نیروهایی که میخوان بیان و دست بیازن <applause> یعنی گروه دوم میگفتش که کلید بنیادی این خودپایی و ناوابستگی برکشیدن دانش و صنعت و گشایش های اجتماعی مصدق میگفتش که یا چه گفت که در درجه اول با ساتور قطع کردن هر گونه ارتباط با اونهاست ملی کردن نفع بیرون ریختنشون yes. و بعد من در مورد این سخن گفتم که نکته بسیار جالب که ورشکستگی فرهنگی خواهر مسلمان های رو بر یا ثابت میکنه اینه که اینا با وجود اینکه در خواستشون 85 درصد مخرج مشترک داشتن چه خواست در جفتشون این بودی که میخواستن استقلال و پدید بیارن حالا و بعد yes. گسترش انرژی ها نیروی درونی رو اینا بجز با داد و بیداد و تحقیر همدیگه نمیتونن با هم صحبت کنن و حالا اینجا البته یه خوردم گناه از من گردن بیشتر چپ ملی بود میزان عصبیتش و داد و بیدادش بیشتر بود تا مال اون ج... گروه دیگر و اونایی که به دربار نزدیک بودن یه داده بودش بی... چرا بیشتر بود عصبیتش هم بیشتر بود البته میگفت بله من حق دارم چون مثلا ما در وضعیت استعماری به سر می بردیم و این دربارم که پس از رضا همش کارش چیز بوده در حقیقت سرکوب کردن نیروهای مردمی و دموکراتیک بوده و متمرکز کردنشون در دست یک نفر و اینها حالا خیلی فراتر هم میرفتن هر کدوم از این دو گروه تفسیر خودشون از تاریخ رو داشتن اون گروهی که مال بخش گسترش صنعت و دانش بود اینا میگفتن هر آنچه که از زمان رضا شاه رخ داده 90 درصدش درست بوده چون تو مسیر همین پدید آوردن نهادها و دانشکده ها و صنعت خانه ها و اینها بوده این ریختن پی نخستین کار اون گروهی که مصدقم از آن اونا بود همون گروه جبه ملی حالا نارد هتروژن بود چند گونه بود ولی حالا بگیم مال اون سلیقه که خود مصدق داشت می گفت هر آنچه که از زمان رضا شاه رخ داده کمابیش نه 90 ولی 70 75 درصد 80 درصدش انحراف بوده <applause> چون که ما از همون زمان هم میبایست هر اه، 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 کاری که میکردیم برکشیدن کشیدن نیروی پارلمان و مجلس بوده و این خودشون میشستن و صحبت میکردن و بعد گام به گام با پیمانکارا دیگه هر کاری میخواستن میکردن اینی که رضا همه چی رو تمرکز داده روی یک نفر این خیانت محض بوده تو این مثلا بسیار پابرجا و استوار و مطمئن بود به خودش و روبرویاش به بهش میگفتن که تو پرت پرت و پلا میگی ولی اون یکی گروه چون میگفتن که کشور چنان اصلا گسسته بود که بدون اون نهادهای نخستین که با فقط با زور متمرکز مرکزی, مرکزی، اتوریته میشد پیش اوورد چون ذهنها اصلا پاشیده بود و کسی اصلا دنبال پدید آوردن همچین نهادهای دیگه نبود تو گذار تاریخی کشور بدون پدید آوردن نخستین اون نهادها با از راه اراده آهنین نمیتونستیم ما اصلا به اونجا برسیم که شما الان این فرمایش رو بکنید خلاصه تو سر کله هم میزدن و مثل خاور مسلمون کار اصلیشون این بود که نمیتونستن با همین آدم صحبت کنن مسئله اصلیشون در نفی روبرویی بود و راه خود رو اون راه بیچون و چرا درست پنداشتن و اگه تو این گناهی که این دو گروه داشتن گناه جپ ملی رو بخوایم به سنجی، من بار پیش عرض کردم که 60 به چهل به اون برتری داشت ولی نه 90 به ده اونجوری که هواداران دربار میپنداشتن یا امروزم هم شاه دوستای کلاسیک به خاطر اینکه میزان عصبیت رو این گروه مصدق بود که بیشتر بالا میبرد و صحبت دوگانه رو نامویسترتر میکرد درست اون یکی هم بنز کافی بی ادب و اینا بودن ولی یا چجوری بهت بگم اگه با ماشین زمان با بیننده ها الان پا می شدیم میرفتیم اونجا و تو دیدارهای خصوصی تو چه تو دربار میرفتیم نمیدونم چه میرفتیم تو جایی که مثلا آی مصدق داره با همکاراش صحبت میکنه اون هماندیشا یعنی خصوصی که صحبت میکنه و حرف دلشون میزنن باور کن دلمون از هر جفتشون به هم میخورد درسته شرم من به همینان اشاره کنم که خوشبختانه بریده های روزنامه های اون دوران هست شما وقتی مثلا نام کریمپور شیرازی رو میشنوید فکر میکنید روزنامه نگار یه شخصیت ژورنالیست خیلی جدی و باسواد در نظرتون میاد وقتی مطالب رو میبینید شرمنده میشین از اینکه تو کشور ما چیزی به این نام تحت روزنامه بیرون میامده یه فوشنامه بسیار بسیار مبتزل و زننده در حد توهین‌های سنگین از خانواده شاه کشور بگیرید تا هر کسی که در مجلس مثلا با یک سخن مصدق مخالفت کرده بود حملات ناموسی حملات عجیب و غریب یا خود مثلا فرض یکی که از اعضای مهم جبهه ملی که وزیر خارجه مصدقم شد حسین فاطمی اصلا صحبت ها و حتی روزنامه ایشون باختر امروز در اون زمان ابدا در شن کسی که مدعی نزدیکی به نخست وزیر کشور به بعد خودش وزیر خارجه میشه نیست یعنی سطح بحثا بسیار پایین در حد مجادله و فهاشی است و همچنان که شهرام گفت در نزد به اصطلاح طیف هوادار مصدق این جریان خیلی تندتره تا مخالفان او من حتی سالها پیش استیزای علی و سوهیلی نخست وزیر پیش از مصدق رو میخوندم گفته رو در مجلس که سه نماینده طرفدار مصدق او را استیزا کردن مزفر بقایی کرمانی دکتر بقایی که از نماینده کرمان بود های رزیاده که نماینده یز بود و حسین مکی فکر کنم نماینده تهران بود این سه نفر در مجلس جبی درست میکنن که اصولا با یک استیزای سیاسی نمیخونه و بعد حالا دیگران هو میکنن سوت میزنن اتفاقاتی که میفته منظور این که آنگونه که فکر میکنی سطح این بحث سطح رده سیاسی بالا و استخوندار و بحث آرمانی و ایدولوژیکی نیست خیلی وقتا در حد لودگی است این در تایید صورت شهران میخوام بگم متنا هست میشود خوند حالا به حال این که فضای خوب روحی این خاور مسلمانه و اه چه دربارش چه دوربر مصدقش عصبیت و حق به جانبی چیرگی داره بر هر گونه دریابش یا هر گونه عقل اقلانیت خرد بنیاد اصلا آرامش روحی کسی نداره که بخواد آرام موی که سخن بگیر میریم جلو مصدق نوبت کارش که شد اون همون چه بار اول تا پیش از سیه تیر و بار دوم برنامه هایی که گفته بود من بار پیش گفتم به انجام گذاشت گفت آقا انگلیسی ها خلعیت مکی و دیگران رفتن به صنایع سن، جنوب و اونجا این کار رو انجام دادن به حالت نمایشی ولی خب یعنی یکی از اون پس دیگه اینا دیگه باید جمع کنند برن و بعد کار به دادگاه های بدون کشید حالا اونا این جزئیات رو خود دوباره همه بهتر میدونن چون مسائلی که جذاب بوده و همه در مورد صحبت بسیار شده <applause> لوب داستان اینه که خب ایران به یه جور اون موقع محاصره اقتصادی افتاد چون که دولت بریتانیا در پشتیبانی از شرکت نفت میگفتش خب اینا مصادره دارن میکنن در حقیقت بدون قرامت و کشورهای متمدن دیگه که با بریتانیا در رفت آمد هستن اینا موظفن که با ایران پیوند اقتصادیشون رو ببرن تا موقعی که ایران یه واکنش متمدنانه نسبت به این نشون میده از دید اونها یا دست کم سرنوشت این مصادره که اونا انجام دادن که میگن ما اینو ملیش کردیم این روشن بشه ایران در یه وضع دشوار اقتصادی به سر میبرد مصدق گفت چه ایبی نداره ما اصلا یه کاری میکنیم که از نفت بگذریم مالا که اینا نفت میخوان عامل ضعف ما بکنن غلط کردن ما اصلا یه کاری میکنیم کشور به یه جای میرسونیم که بتونه بدون نفت هم اگه میخواد توی سطح خیلی 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 پایین ولی بتونه زنده بمونه وقتی که این استقلال شدنی شد بعد اونا خسته میشن پا میشن میرن چون میبینن که ما ولکن معامله نیستیم و بعد اون اون میاد پیرون که من من سالها میگفتم که میاسره اگر ای این نیروهای فرنگی گوش نگو میکنن میرن و بعد ما خودمون میمونیم و کشورمون و بعد دیگه هر کاری که خواستیم صلاح تونستیم میکنیم شهران جان ازده من یه توضیح تکمیلی هم بدم برای همینانی که ممکنه حضور زن نداشته باشن شرکت نفت ایران شرکتی که ملی اعلام شد و شد, شد, شد شرکت ملی نفت ایران Anglo Iranian Oil Company شرکتی بود که میان دولت ایران و یک بخش خصوصی بریتانیا در حقیقت برپا شده بود که از همون ادامه قرارداد دار دارسی بود بنابراین سهامداران از این طرف دولت ایران بود بنماینده از ملت ایران از اون طرف یک بخش خصوصی بریتانیا بود دولت انگلستان سهامدار نبود ولی همین شرکت Anglo Iranian Oil Company شرکت نفت ایران و انگلیس حتی دارنده مقادر زیاد زخار نفتی در اندونزی هم بود چون اونجا هم رفته بود کار کرده بود به هر حال این شرکت چون تأمین می کرد اون موقع دریای شمال که نزدیک انگلستانه اصلا نفت اونجا کشف نشده, نشده بود در نتیجه به نوعی تأمین می کرد امنیت ارزه رو برای اروپا به ویژه بریتانیا که به حال سوخت و انرژی خواهد اومد چون کشور صنعتی نیاز به سوخت و انرژی داشت و از سوی دیگه به عنوان یک شرکت بریتانیایی مالیات قابل توجهی به دولت انگلستان میداد از درآمد سرشارش بنابراین دولت بریتانیا به دو دلیل اونجا به حال حضور داشت حالا جدا دلایل روحی و معنویش که به حال به نوعی نمیخواست چیرگیش و هجمونیش در منطقه خدشدار بشه هم مطلب امنیت عرضه بود که این نفت حتما بیاد به ما برسه چون ما ماشین صنعتمون با این کار میکنه و هم از مالیاتی که از شک... بخش بریتانیایی این شرکت میگرفت از دو جا زیاد میدید برای همین بود که وارد عمل شد تحریم اقتصادی کرد نیروی دریاییش در دریای عمان مستقر شد و جلوی ورود کشتی های نفتکش به خلیج فارس گرفت و در کل اون دوره تحریم فقط یه کشتی چک بود مال چکسلواکی که وارد شد که بارگیری بکنه که بعد بریتانیا رو توقیف کرد و محمولش رو ازش گرفت ببخش شرم جان ادامه بده بله تو،, این تحریم بود که چون شریان اون درآمد نفت قطع شده بود اون موقع مصدق گفتش که من به شما ثابت میکنم که بدون نفت هم میشه اینجا رو گردوند روی سطح خیلی خیلی پایین ولی میشه با نون پیاز فعلا گردوند تا نیروهای استعماری خسته بشن برن و بعد اون موقع که ما هر کاری بکنیم کسانی که اون اون جبهه فکری رزمارا هجیر دربار رو نمایندگی میکردن من نمیدونم چون نواد بشودم بذاره جبهه شاید آدم بخواد نامشون رو بذاره توسعه خواهان این یکی رو آدم میتونه بذاره مثلا استقلال خواهان به هر شده استقلال خواهان این یکی رو توسعه خواهان اون توسعه خواهان میگفتن که عیز من این چی چی میگی تو اصلا این اصلا به خواستن تو نیست یا فقط رو این که ما اینجا با نون و پیاز کار کنیم اولا که وقتی با یه مدت زیادی با نون و پیاز کار کنیم این کشور کشور تنگ دستیه روی هم رفته سطح کشاورزی صنایع اینا به گذار ها که کار نکرده و از فرنگی ها واپس افتاده مردم بسیار تنگ دستند و تو این این شریان های پولی رو خواهی قطع کنی و رو حداقل بگردونی چیزی که اینجا مثل علف هرز رشد پیدا خواهد کرد ایدولوژی کمونیسم خواهد بود درست به تمام سطوح جامعه مام که این مرز رو داریم با شوروی و گذشته از اون الان تو میخوای اینجا رو چیز کنی دیگه میخوای کامل صدیصد ملیش کنی بسیار خوب خب خود آمریکا رو من تو دیگه به ترس انداختی برای اینکه آمریکا که تا آغاز کار شدیداً پشت ایران بود و به انگلیسی های اشاره میکرد که با اینا کوتاه بیایید ولی آمریکا خودش قراردادی با مکزیک داره با عربستان در سر تقسیم مس... تقسیم 50 50 درآمد نفت تو <تصفح> گلا مصادره صد صدی صد و اگه بتونی انجام بدی اصلا گیرون بتونی انجام بدی ما هم پشتت میریم میزنیم میگیریم دمت گرم بسیار خوب <تصفح> <تصفح> آمریکا خودش با این وضعیت روبرو میشه که پس منم باید پنجاه 50, -50 رها کنم چون هم اونا دو صد میخوان از من درست بابا تو تمام جهان رو داری میریزی به هم اون ولی از یه موضعی که ما زورش رو نداریم که زور نمیدونم آلمان نازی جنگ دوم داشتیم اوکی از این کارا میکردیم چهار تا درشت بهشون میگفتیم می ولی <تصفح> ما که زور اون کار رو نداریم پس <تصفح> بنابراین باید یه مدارای نسبی باشه درست چرا نمیخوای با پنجاه پنجاه کنار بیای که آمریکا زیر اون فشار روحی نیفته ما آمریکا رو داشته باشیم انگلیسی ها رو فعلا اونجوری که تو دوست داریم صدی نوت بیرون کنیم و در حالی که اونا رو داریم و درآمدهای نفتی بالاتر هم داریم اینجا رو فعلا بسازیم و او میگفت نه من استقلال رو میخوام به هر بهایی که شده و فلفور همشون باید گروش رو گم کنن برن امه. و این اون موقع پیامدی که داشت این بود که آمریکایا ها جفه عوض کردند. به ویژه پس از اینکه رئیس جمهور ترومن به وصل آیزنهار جایگزین شد آیزنهار هم که راست بود و تیمسار بود از این حرفا اون نگران فقط از داستان کمونیسم بود که نگرانی به خودی هم نبود و بعد سازمان امنیت انگلستان و مهتران خود انگلیس تو چرچیل تو صحبت های بسیار بر باوروندن ایشون رو متقاعد کردن که این خطر کمونیسم و اون آشوبی که در اونجا پدید میاد من جمله همین وضعیت اصلا خودت کسندی قرارداد نفتی خودت با این کشور رو روشن نخواهد بود چیکار میخوای بکنی و آیزنهاور تاخت زد به این ور یعنی از جپه اینکه آمریکا پشت ایران ایستاده بود علیه انگلیس رفت تو صف اینکه ما یه جوری همه با هم از گزند این نخست وزیر ایران آسوده بشیم این در حقیقت همون همون همپیمانی که کسایی مثل مثلا مثل ممکن رزمارا یا محمد رضا شاه پیش بینی کرده بودن برای مصدق که اگه اینجوری بخوای با همه در بیفتی کشورهای مهتر جهان علیه ما همپیمان میشه همین رخ داد شرم جان اینجا فکر نمی که در تغییر رویه امریکا از پشتیبانی از ایران به پشتیبانی از بریتانیا حضور پررنگ حزب توده در عرصه سیاست ایران خیلی اثر گذار بود و باعث ایجاد ترسی تو امریکا یا شد خب اونا که اومده بودن حزبشون از موقعی که رضا شاه رو بردن به تبعید آنن این حزب زده شد دیگه درسته. و خواست شعرابی هم این بود که همونطور که ما چنگ انداختیم اروپای خاوری رو پس از فروپاشی آلمان بگیریم از جهان باختر و کمونیستش کنیم که کردن یه چنگی هم رو ایران میرزیم ایران که از هم صد برابر ناتوانتر یه راست میرسیم به آبهای گرم تو خلیج فارس نست. و خب این حزبه رو آنی پشتش رو ساختن گرفتن سازماندهی کردن و این هم چون سازماندهیش از همون موسکو می اومد و از اونجا انرژی اندیشگی و سازماندهش هم می اومد بسیار کامیاب بود با بقیه دستگاه خود ایرونیا که معمولا با هم دیگه کارد پنیرن و پنیرند و کار جلو نمی فرق می کرد جوسته. سازماندهی شپ خردمندانه و هدفمند داشت و از اونجا هم انرژی پولی و اندیشگی و ساختاری و اینا می گرفت جوسته. و آمریکایی‌ها اینا رو سازمان امنیتشون در ایران بود گسترشون رو میدید و میدید در بخش ملی یا میانه ایران که اصلا وجود هم نداشت به چون قشر میانه ای ایران وجود نداشت دوست. ما ما بازاری های مسلمون و کل خراب داشتیم اونورم بدنه رعیت کشاورز سوپر دیگه بی سواد و ناآگاه رو داشتیم یه لایه بسیار نازک صفر ممیزی یک درصدی شد کسایی داشتیم که رفت بودن فرنگ درس خونه بودن برگشته بودن بچه ملاکا درست. با این صفر مایز یک صفر مایز یک میخوای قشر میانه باشه که بعدن جلوی کمونیستا رو بگیری یا چی این ام 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 این قشر میانه همونی بود که بعدن پس از 28 مرداد محمد رضا یه جورای آرزو داشت که زود زود بسازه درست. که میخواست روش تکیه کنه که برای نخستین بار عصبیت در کشور فرمان روایی نکنه بلکه قشر میانه درست. قشر میانه ای که درآمد آبرومندانه داره دانش آموخته است در دبیرستان و دانشگاه رو ذهنش میشه حساب کرد باش میشه سخن گفت همش عربده نمیزنه گلوتو نمیگیره از این کارهای عصبی نمیکنه که تا اون زمان گفتی تو روزنامه همش میشه این آدم صحبت میکنه این هم چیز بود که محمد رضا شاه یه عمر آرزوشو داشت و این اون زمان نبود و حزب توده بسیار کامیاب بود در افراد تنگ دست کشوری که 98 درصد کشور بودن و رو به رشد بود بسیار بسیار شتابانتر رشد میکرد تا هواداران خود جبهه ملی و عاقبتش هم روشن نبود روسا هم سنگ تمام گذاشتند و وقتی که وضعیت رو در ایران دیدن آدمای کاراسموده هم که از اروپای خاوری داشتن برای کمونیست کردن اون کشورها یکی بود اه که اه در سرکوب کردن چکسلواکی هم دست داشت <applause> آقای لارنتیف بود چی بود اونم ورداشتن اووردن دیگه کارشناس این بود که آدم چجوری کودتاهای کمونیستی انجام میده کارشناس مهتر 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 کودتاهای کمونیستی و سرکوبای کمونیستی رو از اروپا خاوری برداشتن بوده کردن سفیر شوروی در تهران درست. و همه چیز آماده بود و کارم میکرد و رشتم میکرد در ارتش هم افسرانی رو به کار گماشته بودن در خود گارد جاویدان رخنه کرده بودن و الی خب کشور ذهنی زه هم ناتوان بود که توش همجاش میشه رخنه کرد درست قبیل خب سازمان امنیتی CIA هم به هنی آمریکا به اونجا گزارش میدادن که ما اینجا در حال در حال فروپاشیه. حالا انگلیسی اون بس در 90 درصد نگرانشون فقط این پایه های استعماری خودشون بود درست. ولی آمریکا مسئلهش مسئله جدی بود که میگفت نکنه یا شوروی اینو بگیره برسه به آپاگر مثلا تمام موازنه همه نیروها اینجا میریزه به هم درسته تو این وضعیت بود هرچی از این گزارشام به این روانشاد مصدق میدادن این میگفت برای من کوچکترین ارزشی نداره گور بابای همشون <applause> و من اینجا استقلال کامل رو میخوام و هر چیز رو باید همشون پاشن برن به فلان همون حرفای همیشگی <applause> و ولی اتفاق این شد که وقتی آمریکا دیگه با اون نیروی ابرقدرتیش اومد پشت این تئوری که ما میخوایم شر این نخست وزیر ایران آسوده بشیم برای نخستین بار فشار رو شاه به بینهایت رفت مهم. یعنی که تیغو گذاشتن رو گلوش و خیلی مستقیم اون دوتا بردن دالس که اون زمان کارهای امنیتی خارجی آمریکا رو میگردوندن فاستر و اون یکی جان, بود جان فاستر بود اون یکی فرموش دالس اینا کرمیت روزولت و دیگران نه فقط بلکه ماموران دیگر رو هم پر کردن و فرستادن پیش شاه شا و صاحب اه اه نظرهای دیگر رو که بهش فهموندن خیلی قوی فهموندن که ما میخوایم این نخست وزیر رو جایگزین کنیم اگه هم همکاری نکنی یا ورد میداریم علیزا رو میذاریم یا اصلا این میکنیم مثلا جمهوریش هر کاری دلم خواست میکنیم ولی ما دیگه اعتمادمون رو به درباره ایران هم به عنوان یک قطب معقول از دست میدیم <applause> یا میتونی با مصدق و با این دم و دستگاه این دیوانه ها با همه همتون با هم از بین برید یا نه ما اینجا رو نمیذاریم کمونیست بشه ما با هر شدت عملی که شده اینجا رو میخوایم توی جپ غرب نگهش داریم و اگه لازم بشه که دودمان رو آنند برکنیم برمیکنیم و تا اون لحظه شاه مقاومت خیلی خیلی شدید میکرد که توی یک حرکت قهرامی سطح پایین غیرقانونی نخست وزیر جابجا جا نشه بله. البته توی رویداد سی تیر شو شاه نشون داده بود که این مصدق, بره و یک کسی مثلا بیا... یه کسی بیاد که یه خورده معقول تر باشه حالت او ولو اینکه قوامو که قوام دوست نداشت این کشوریم که به حمدالله آدم معقول اصلا نداشت که اونو ورداری یه آدم اساسی بزنه یه آدمی که آدم آدمایی که موقر باشن با سواد باشن باهوش باشن و وفادار و حقشناس اینو جامعه اسلامی اصلا نداره فقط مالی خولیایی داره اگه داشته باشم خونه نشین میشه از اون میکشنش اصلا که بعد راحت بشن برگدن سر کار همیشه خلاصه حتی تو سیه تیر بود قوام رو که خیلی مشکلات دیگر رو داشت بیاره مصدق بره که یه خورده کار آروم بگیره گمان میکرد شاه یه همچین تصوری داشت تو هنگام انقلابم انجام داد که تو اونجا به فاجعه منجر شد شاید تصور نیمه سوئیسی داشت مهم. که میگفتش که اگه نخست وزیری یا یه فرایندی یه رگه های ناگوار داشته باشه مهم. من ایشونو یه مدتی بذارم خودش رو نشون بده مهم. بعد عموم قوم متوجه میشه و بعد راحتتر میشه جایگزینش کرد یعنی اون جذابیت کلاسیکش رو از دست میده درست و مصدقم تو نیمه اول گذاشته بودن بعد تو تیر گمان میکردن داستان تی که میتونن ورش دارن ولی قوم میگفتش که نه ما کشته و مردش هستیم با اون همه کشته دوباره برگشت اومد آها. توی نیمه دوم شاه امیدوار بود که بیشتر خوش نشون بود اتفاقا باید بگم توی نیمه دوم یه مقدار تئوری شاه گرفت آه. تو نیمه دوم خیلی از دوستان پیشین از مصدق فاصله گرفتن چه میخواست مکی باشه چه میخواست بقایی باشه حتی فراموش نکنیم اوایل نخست وزیری مصدق حتی فضل الله زاهدی هوادار مصدق بود وزیر کشورش بود مدتی بله دقیقا خیلی از افراد شبه معقول یا هرچی ارزش گذاری نکنیم ولی برای خیلی از کسایی که در آغاز کار با مصدق همراه بودن کم کم از دستش خسته شدن و فکر کنم یکی از کاشانی بود البته از جبهه ملی بپرسی اون ام. افراد کلاسیکشون که موندن سخنشون همش در اینه که نه گناه همش از اونا بود ها. نمیدونم مکی دیوونه بود نمیدونم بقای آدم کش بود اون بقای که بعد هم که بعدم داستان افشارتوس رو هم چسبوندن حالا چقدر واقعیت داره نمیدونم حتی دیگه مکی دیگه که دردونه نشون بود اونم بعدش رو دیوانه و خائن از این حرفا اون سرباز وطن و بعد چون رفته بود خلایت دیگه شد سرباز نیدن فداکار وطن، بعد ولی بعد شد خواهن <applause> این اون هر کسی که یه مدار اصحار نگر حرفا هم... کاشانی رو برده حمله قرار دادن گفتم اونم خیانت کرده پشت کرد و فلان درست، سال کاشانی به عنوان مسلمان که اون دیگه نماد جنونه ولی من دارم میگم اون یکی که شبه معقول بودن <تص> مثلا حتی کسای آخر سر مثل صدیقی و اینا دستش خسته شده بودن و حتی همین کریم دیوونه خودمون کریم سنجابی آه. اه اه من همه دوستش طرف... تموم بشه به گونه ایش. همه دوستش به گونه ای تموم شه به دلال گوناگون ولی احساس میکردن که این ناتوانی در کمپرومایز در همبرنهی هم من بار پیش میگفتم اشتباه بر هم نهی بر هم نهی رو من تو این دیکشنری گذاشتم برای ترکیب هم یعنی با هم برنهیم و مقرر کنیم کمپرمایز اما کمپرمیتر تو رومی این توی این ناتوانی در هم اینا رو ترسونده بود بعد اینی که همش تمام مدت میخواست با اختیارات تام حکومت کنه از راه میدونی که با اختیارات تام مثلا حالا من نمیخوام کنم ولی هیتلر اون امهتیکونس که کنه با اختیارات تام حکومت بیکرد، این هم تام کرد. بعد مجلس یه شیشباهی نگاه کرد اون اختیارات تامو بعد گفتن عیزه من بسیار خوب، اوکی، ولی اولا تمام ل... لوایه کلانتال خودت به عنوان دولت انجام میده، یعنی اومده بود قو... قوای مقننه رو برده بود زیر فرمان قوای اجراییه که معمولا نمادی از همون فاشیزمه، درست حالا این تفلی فاشیست نبود ولی من میخوام بگم که توی یه جامعه وقتی عقب ماندم تو وقتی میخوای یه کارایی بکنی خودت زود همون کارایی میکنی که ازشون انتقاد میکردی یه عمر کاملا این میگفت قوای مقننه بیا زیر من که قوای اجرایی هستم همم هم چون بهش احترام داشتن گفتن اوکی بعد از 6 7 ماه بهش گفتن آقا این لوایح کجا رفت اینا رو تسلیم کن به مجلس اینا مگه نگفتی باید دیر کرده زمانی بالاخره مجلس با دمونش صحبت کنه بعدم حالا که میخوای تمدید کنی چون بعدش خواست تمدید کنه اه. این بار ولی داد و بیداد دنیا زیاد شد و با داد و بیداد بسیار بالاخره تب... تمدید شد ولی این بار گفتن آقا دیگه این بار سه ماه تو حد اکثر فاصله زمانی سه ماه بعد تسلیم کنی به مجلس مست... و مصدقم نه قبلش چیزی به اینا تسلیم کردن بعدش چیزی تسلیم کرد یعنی که سیستم هم هر دنبیل بود و افراد از دستش خسته شدن و شرم جان این هم خوبه برای هموطنها بازگو بشه که خب سیاست اقتصاد بدون نفت آنچنان کار نکرد کشورم که جدا از مسئله نفت اصلا توی گرفتاری افتاده بود چرخ اقتصادی نمیچرخی و بخش دولتی چند ماه حقوق نگرفته بود بخش دولتی کارمندان دولت ماه حقوق نگرفتن دولت اومد اوراق قرضه فروخ یعنی یک برگاهی رو به مردم فروخ گفت امروز بیاین مثلا بخرین 100 تومن بعد از یک سال مثلا بیان 100 مثلا 5 تومن به من بفروشید اوراق قرضه یه مقداری کار کرد دیگه باز از کار افتاد و در حقیقت با یه آچمز کامل توی همه زمین ها دولت روبرو شد از همین نظر بود که خیلی ها گفتن خب آخرش چی اینجا که کار به جایی نمیرسه و فکر کنم تیر خلاص رو هنگامی مصدق شلی کرد که رفراندوم کرد برای انحلال مجلس که یه همچین چیزی ما دقیقا, دقیق 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 اونجا به جای رسید که دیگه فشار و کنکرت نهایی کردن رو شاه مم. و شاه تمام مدت امیدوار بود که مصدق به خاطر این کاریایی که میکنه یه موقع بشه طبیعی کشیدش پایین یعنی چیز کنن دیگه رای اعتماد بهش ندن درست ولی وقتی این گفت اصلا دیگه میخوام مجلس دگرگون کنم دولت رو میخوام نگه دارم ولی مجلس رو میخوام دگرگون کنم و آشکار بود که چون کنترل بر ارتش رو هم گرفته انتخابات آینده رو اونجوری که دلش میخواد میگردونه درست احتمالا تمام اون تهمت هایی که قبلا به دیگران زده خوش انجام خواهد داد از, از شیوه اون رفراندوم هم معلوم بود کاملا که وقتی با, با چماق و چاق و افراد میزنی وقتی میخوان برن رعی نبدن این چه انتخاباتی بعدش خواهد بود بر مجلس درست و با همین رفراندوم بود که مصدق مجلس منحل کرد و اتفاقا شرام این چیز عجیبی است یعنی من فکر کنم تو جان اسلام از این چیزا زیاد رخ میده افراد شعارهای میدن و بعد وقتی خودشون قدرت میرسن دقیقا خلاف اون شعار عمل و بعد این عظمت روحی رو ندارن که بگن من به بومبس خوردم یه <applause> گام باز پس میشینم نفری بهتر از من ادامه بده درست اینم که به حمد ندارن الان برای تنظیم باقی گفتار برای مهمه که زمان رو بدونم شان چقدر زمان داریم؟ ما حدود دوازده دقیقه سیزده دقیقه داریم بسیار خوب بله این طرح فشار آمریکایی ها به این که باید جایگزین بشه فینال شد نهایی شد و هنگامی که مجلس رو داشت ایشون منحل میکرد خب همه میدونستن که یه امکانات قانونی وجود داره که وقتی مجلس نیست میتونه شاه نخواست وزیر رو برکنار کنه ام. و فرمانش صادر شد حالا یه حالت دیگه شب زد و بندی هم داشتش که اومدن کاغذ سفید احتمالا جلو شاه گذاشت و امضا کرد خودش رفت به شمال از اونجا بعدا اگه پروسه ها نگرفت بتونه از کشور خارج بشه بعد این فرمان برکناری ایشون نوشته شد و اون امضای زیرش بعد بردن که به ایشون تسلیم کنن و ایشون به جان که بپذیره داد آورنده رو یعنی نه خودش بعدا ریاهی که رفته بود اونجا هم تسلیم کنه بگیرن نصیری رو که رئیس گارد جاویدان بود بعدش فرمان رو می ورد. و همونجا هم گارد اصلا منحل اعلام شد اصلا معلوم بود که به طرف یک کودتا داره میره که میخواد سیستم رو عوض کنه خود مصدق و معلوم بودی که فقط این پیچ نهایی رو میخواد بگذرونه <applause> که بعد دیگه از بنیاد تقیب ده حالا ما بخیر نیستیم چرا شاید مثلا جمهوری میشد بهتر میشد ولی سیستم،, سیستم کار داد میزد که بعدا هم کار نخواهد کرد چون کشور مسئله اصلیش این نبود که جمهوری کم داره یا شاه مشروط کم داره مسئله اصلیش این بود که عقب مانده بود کشور و این مرد هم رو همه چی حساسیت داشت بجز اون مسئله پروسه به پروسه توسعه من مطمئنم که که برنده میشد ایران یه پاکستان دوم میشد درست که ایشون هم ملاک میموند با ملاک های دیگه میشستن با هم از اون عبا میذاشتن و دوششون یخمی میخوردن با هم دیگه تخت نرد بازی میکردن این میشد و بعدا میگفتن ما ولی دموکراسی تمام عیار داریم بس پاکستان امروز با... کاملا مثل پاکستان منم بخیل نیستم منم بخیل ای کاش مثلا بودن تا الان داشتن یخمی میخوردن و اون هم... اه... تخت نرد بازی میکردن ولی اون یکی بر این باور بودن که گشایش اجتماعی باید انجام داد حالا اونم به کنار ایشون کار رو به یه جای برد که اصلا هویدا بود که از این از این از این گردنه که بگذرونه بعدش یه جور دیکتاتوری خواهد شد همه چی خواهد شد بجز دموکراسی که ایشون میگه چون از همون انتخابات اون رفراندومه داد میزد که بعدش چی خواهد شد و شاه اونجا وقتی فرمان و نوشت خودش هم ناراضی بود که چرا به این شیوه داره به پایان میرسه ولی سازمان امنیتی آمریکا دیگه تصمیمشون گرفته بودن که الان دیگه فرمان قانونی هم هست ایشون باید بره اگه نره باید کشش پایین چرا بخ... این نکته پیش میاد ببینید راجب 28 مرداد سخن میاد که کودت های 28 مرداد قیام ملی 28 مرداد من با این واژه کودتا در مورد 28 مرداد گرفتاری دارم دلیلش هم اصلا شاه مصدق. از دلیلش فن نیست کودتا اعمال روش های غیر تعبیه شده در قانون. برای پس زدن دولت کنار زدن دولت و گرفتن قدرت معمولا هم، معمولا هم با بازوی نظامی هم انجام میشه در آنچه که رخ داده در 25 مرداد محمد رزا شاه حکم کنار زدن نخست وزیر وقت یعنی مصدق رو صادر کرده و حکم دیگری هم صادر کرده نخست وزیری سپهبود زاهدی رو ما میدونیم که نخست باید توسط مجلس شورای ملی برکنار بشه یا برگزیده بشه برای اعتماد بگیره به غیر از حالتی که بهش میگن دوره فترت یعنی در قانون اساسی این گونه بود که اگر کشور به هر دلیل مجلسش برپا نباشه شاه کشور این اختیار رو داره که نخست وزیر بزنید. یا برگمارد یا برکنار کند خود مصدق خود مصدق رفراندوم در حقیقت مندرآوردی انجام داده بود مرد شورای ملی منحل کرده بود و کشور در دوره فطرت بود یعنی بدون مجلس بود کار شاه فارغ از اینکه شما مصدق رو دوست داشته باشی یا نداشته باشی کار شاه کار غیرقانونی قانونی نبوده استفاده از اختیارات شاه در دوره نبود مجلس برای برکنار کردن یک نخست وزیر و گماردن نخست وزیر دیگری یعنی زاهدی به جای او از این رو من با واژه کودتا در 28 مرداد باش گرفتاری فنی می میدونم حالا ما تو نشست بعدی این بار که مثل زمان دوباره نخواهد شد تو نشست بعدی در مورد این واژه کودتا میتونیم منز کافی صحبت کنیم چون همه رو این گیر دادن م. اصل مطلب اینه که کودتا با کنش خود روانشاد مصدق انجام شد م. یعنی چون وقتی فرمان رسمی و قانونی رو پس زد یعنی خودش یاقی شد در حقیقت از اون لحظه به بعد که دستور دستگیری گارد جاوینم داد به عنوان کسی که از نخست وزیری برکنار شد اصلا قوه اجرایی دیگه از دستش نیست و از اون لحظه به بعد مصدق در حال کودتا بود یعنی اینکه نامش رو اگرم بخوایم اسرائیل واژا با هم افراد بخوان دعوا کنن میشه نامش گذاشت کودتای 25 مرداد از سوی مصدق علیه دستگاه قانونی کشور کاملا درسته در, در شرم جان در تایید صحبت این خیلی مهمه هموطنا باید دقت کنن در دادگاه نظامی که پس از 28 مرداد برپا میشه برای محاکمه مصدق جرم ایشون تخطی از پذیرش فرمان قانونی شاه میگن 25 مرداد شما حکمی دریافت کردی که شما نخست وزیر نیستی شما اونجا یاقی شدی و آمادی دستور بازداشت این اونو دادی و تو سه روز اصلا به هم ریختی مصدق اونجا خب به هر مصدق آدمی باهوشی بود آدم ابلهی نبود مصدق میاد میگه که من فکر کردم دستخط جعلیه سرهنگ نصیری و به خاطر جعل دستخط این همش اینا همش پرت و پلاس از روی گفتی اون روان شاد. درست باهانه شو جلوش... دارم میگم نه نه نه, نه نبود از قانونی هم نبود من ترجمه میکنم چون دادستان همین تو همون تو جلوش ننداخته آقا مگه بیشتر از بیردن تلفن میخواد به ویلای شاه <تص> اما مگه نمیگه دست جلیه میگه جاب سهنگ اینجا بیز مگه بیر در تلفن بزنه با اونجا برگرده یه چای هم شما میل بکنید مگه بیشتر از یه تلفن بخواد به بی ویلای شاک که شمال بود اون لحظه این حرفا چیه نه ببین موضوع این عصبیت خاورزمینی و این زرنگ بازی و کودتا بازی و ایناست که خود این روان شدم تا مغز و سخون داشت نه, نه تو ذهنش چی بود میخواست جمهوری درست کنه نمیدونم هر میخواست درست کنه مدل دموکراسی پاکستانی درست کنه من کاری ندارم ولی اون لحظه بیشتر از یه تلفن نمیخواست دستگیر کردن نداره نه. یا اگر هم کسی رو دستگیر میکنی برای نیم ساعت نیم ساعت چه دیگه که تا بره تعیین کنن که درست یا درست نیست نه. یا دستگیر نداره میگه آقا شما اینجا تشریف داشته باشین تحویل بدید من فقط اینو کنترل کنم چشم من اون موقع دیگه کنار رفته هستم درست ام نه آقا ایشون از اون لحظه خودش دست به کودتا زد مم. ولی اون مهم نیست ببین بگم چرا مهم نیست م... چون مثلا مهم نیست که این علیه اون اون علیه این که اگرم باشه این علیه اون بوده مهم اینه که پس از پایان 28 مرداد این یه جا جابجایی عادی قدرت نبود بعد از اون ماهیت کشور تغییر پیدا کرد کاملا پس از اون خب دیگه قانون اساسی درست انجام نشد اختیارات شاه از یه اتوریته معنوی قوی هم که مثلا قبلش داشت و کنترل با ارتش فراتر رفت از اون چیزی بود که من اسمش گذاشتم کنترل سی درصدی یعنی تو طبق آن اساسی قرار بود که کنترل و توان و اینا شاه مثلا 5 درصد هم نباشه هم. یه خورده فقط یه معنوی و صحبت و گاهی اوقات مثلا امضا نکردن و نه این من امضا نمیکنم غیر اخلاقی از این حرفا 5 درصد 6 درصد 7 درصد ولی به خاطر کنترلش بر ارتش که از رضا شاه به ارث مونده بود و چیزهای دیگه تو اون حالت معنوی که شاه در ایران داشت سی درصد بود یعنی از حالت قانونی اصلیش بیشتر بود درست. این سی درصد بعد از 28 مرداد گسترش داده شد به 70 75 درصد درست. این دیگه خفه کردن قانون اساسی بود ولی اگه کسی بخواد سر این بخواد دعوا کنه که کی اول کودتا کرد ایشون کودتا کرد تو فرمان رسمی رو مصدقه. چون قبول نکرد فرمان این هر کار کار مسخره بازیه دیگه چی آقا شب بود تاریک بود شک کردم جل فلانی من تعجب کردم تو دادگاه چرا درشت از این بهش نگفتن ولی موضوع اینه که آخه چون بعد از اون دموکراسی از بین رفت یعنی اگرم چیزی از دموکراسی ایران بود ای کاملا از بین رفت بعد مثلا میشه میشه گذاشت تغییر تغییر چیز بی بازگشت یا قوی یا هر چی درسته. ولی در مورد واش حالا تو میگی چرا این خاور زمینی ها مسائل اصلی رو ول میکنه هی در مورد این کودتا تو کودتا کردیم من کودتا کردم تو کودتا که نه فقط صحبت میکنه مگه دیوانن مگه که موضوعشون اصلا موضوع حل مشکل نیست اگر خود اینها قبل از اتفاقات 28 مرداد مردادم دیوانه نبودن اصلا کار به اونجا نمی رسید درسته و منم برای این اصرار دارم که به تنهایی تقصیر مصدق نبود برای اینکه این همه آدم چلو خورش خورده و درس خونده که کنارش بودن <متحن> حتی کسایی مثل صدیقی و بختیار اونا اونا وقتی وسط را دیدن که این داره خیلی تند میره باید بشه آقا خیلی آرومتر وگرنه ما همین الان پا میشیم میریم خودت میبونی و فراش فقط اینجا <متحن> میفهمی چی میگم؟ برای همین هم نم خیلی رفتن ها آره دیر رفتن به موقع نرفتن با قدرت باید میرفتن نه و بعد مسئله اصلی هم در عصبیت و خود قوم مسلمون خلوچل اونجاست. یکی از دلایلی که ایشون اینجوری تخت گاز میرفت و دیگه شاید احتمالا فکر دیکتاتوری هم در سر میپرورد یا هرچی یا دموکراسی پاکستانی مم. اینه که هرچی میگفت این قوم هورا میکشید حتی کارهای کاملا مخرب و درسته بنابراین تقصیر ایشون به تنهایی نبود ایشون فقط یک یک فراورده مسموم همون جامعه اسلامی مسموم اون چارده قرنه اگه, اگه اگه اون قوم سالم باشه حالا من در مورد اینکه تو نکته خیلی مهم دیگه می‌خواستم صحبت کنم که ولی داره که داره پا... چقدر وقت داریم هنوز دو سه دقیقه داریم شهرام اگه می‌تونی بگو اگر که نه پس باید بمونه برای بار دیگه من چون بار دیگه یا این بار می‌خواستم بکنم یک تصویح حساب منطقی میخواستم بکنم شاید این واژه‌ام درست نباشه تصوی حساب یک 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 برآورد و ارزش و پالایش منطقی میخواستم بکنم بر بازماندگان دکان جبهه ملی و نیز بر بازماندگان دوکان علا حضرتی که اون هر چی که از سوی اون انجام شده انجام ندیده تایید میکنن ولی این اون بزرگترش با جپ ملی خواهد بود مهم. تا به امروز چه تصور مالی خولیایی رو به قوم آموزش میدن و ببیشه به جوانان و من به اون اون بازماندهشون که تا به الان شبکه فکری مسمومش مونده من خواهم کرد و نه اینکه منظور بدیم دارن ها برآمده از همون فکر مالی خولیایی خاورزمینی مسلمان هیچ منظور بدیم ندارن این دکان ها رو هی تا روز رستاخیز ادامه میدن با همون دروغ ها یا همون اقراق ها اتفاقا شراب خیلی چیز جالبی حالا چون وقت کوتاست من فقط یکی دو تا چیز طنزشو بگم داستان ها ساخته شد از رفتن مصدق به دادگاه لاهه که هیچ سندیتی نداشت و دروغ بود مثلا اینکه مصدق میره اونجا خب دادگاه لاهه اعلام میکنه ما اه کارمون اه حکمیت توی دعوای بین کشورهاست اینجا بین یه کشور یعنی ایران و یه شرکت یعنی شرکت نفت ایران انگلیس بنابراین ما صاحب صلاحیت نیستیم خب میگن برید و ایرانیان خوشحال برمیگردن این جریان رو چسبوندن به این که بله روزنامه های بریتانیا و چرچیل اون موقع گفتن که به طور مشخص نام چرچیل میرن که یه کچل آریایی ما رو شکست داد منظورشون مصدقه کچل آریایی چی؟ این صحبت ها چیست؟ یا مثلا مصدق میره روی سندلی میشینه در لاهه بعد میاد آقا این سندلی ما شما نیست مال رو بریتانی هست. و مصدق میگه که کار بعدی من جای شما نشستم پس شما چرا سال ها آنی تو کشور ما نشستیم یعنی داستان هایی که خاله خانباجی ها خوششون میاد تعریف بکنن و این نشون میده که ما حتی تاریخ بغل گوشمون که همین چند دهه پیش هست و تبدیل به افسانه میکنیم و سریع ازش یک آشورا درست میکنیم آشورای 28 مرداد و یک شهید کربلا هم درست میکنیم که اینجا به طور مشخص مصدقه ما توی نشست آینده که برآوردش میکنیم تمام رویدادها رو این بار دیگه برآورد چون گفتی میشی شد درست برآوردش میکنم یه خودش هم باید گفته بشه در مورد همون که من عرض کردم که آمریکا ها میخواستن کمک کنن ولی خب خود بخشی از قوم و ارتش و اینا هم همکاری کردن که کار انجام بشه ولی بعدن اون دولت بعدی هم چه اسرایی داشت که حتما نامش قیام ملی بذاره اونا هم مثلا اینا فرق فرقی نمیکنه <تصفح> یه هر جفتشون از این داستان حسین شهیدی خوششون میاد بعد دنبال چیزی که نیستن دنبال منطقه فقط <تصفح> ولی بار بعد من یک تصویر حساب اساسی با این قوم عجب غریب ایرانیا خواهم کرد که چی کارا میکنن با تاریخ خودشون و معلومه که یه همچین آدمایی به جایی نمیتونن برسن درست. ولی این بارش ولی فعلا بسته همین مستفیض شده, شده. میگم مقدار از اشتراک لطفا خارج کن خب بله برنامه به پایان رسیده من از همیهنانی که میخواهند برنامه های جنبش رونسانس ایرانی و پشتیبانی کنند خواهش میکنم که به تارنمای جنبش برون iranianrenaissance.com iranianrenaissance.com و تو بخش همیاری یا دونیشن میتوانم برم با کردیت کارت و یا پیپل پرداخت بکنن برخی از همیانان محبت کردن پرداخت ماهیانه گذاشتن و برخی هم یه بار به صلاح پرداخت کردن باز خودشون دو ماه سه ماه دیگر موقع که دوست دارن پرداختی کردن هر دو حالتش بسیار خوبه و باعث میشه که از پس پرداخت هزینه های تلویزیون هم بر بیاییم خیلی خیلی سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا هم یاری کردن و خیلی هم ممنون خواهیم شد از کسانی که از این بعد هم به جمع یاران جنبش رنسانس ایرانی بپیوندن باز تا نشست بعدی که نشست بیستم رو در این زمین خواهیم داشت به شما بدرود میگیم روز شبتون خوش شرم جان سپاس بسیار بدرود بدرود